سلام، من شهریار هستم. اینجا پارسی تیوی با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این دفعه در مورد امیر هوشنگ ابتهاج، متخلص به سایه. پس با ما همراه باشید. پیشا پیش مرسی از اینکه پایین همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب میکنید و با زدن دکمه زنگوله از ویدیوهای جدید ما مطلع میشید. همچنین با لایکتون از فعالیت‌ها و کارامون حمایت میکنید. چه غریبانه تو با یاد وطن مینالی، من چه گویم که غریب است دلم در وطنم. امیر هوشنگ ابتهاج زاده 6 اسفند 1306 در رشت، متخلص به ه الف سایه، شاعر ایرانی است که همکنون 90 سال سن داره و تو کشور آلمان زندگی میکنه. ابتهاج روز یک شنبه 6 اسفند 1306 در رشت متولد شد. پدرش آقا خان ابتهاج از مردان سرشناس رشت و مدتی رئیس بیمارستان پوسینای این شهر بود. برادران ابتهاج عموهای او بودند. هوشنگ ابتهاج دوره تحصیلات دبستان رو در رشت و دبیرستان رو در تهران گذراند و در همین دوران اولین دفتر شعر خود رو به نام نخستین نغمه ها منتشر کرد. ابتهاج در جوانی دلباخته دختری ارمنی شد که در رشت ساکن بود و این عشق دوران جوانی دستمایه اشعار عاشقانه ای شد که در آن ایام سرود. بعدها که ایران غرق خونریزی و جنگ و بحران شد، ابتهاج شعری به نام کاروان با اشاره به همان روابط عاشقانه اش در گیر و دار مسائل سیاسی سرود. ابتهاج مدتی به عنوان مدیر کل شرکت دولتی سیمان تهران به کار مشغول بود. منزل شخصی سایه که از منازل سازمانی شرکت سیمان بود، در سال 87 با نام خانه ارغوان به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسید. دلیل این نامگذاری وجود درخت ارغوان معروفی در حیاط این خانه است که سایه شعر معروف ارغوان خود را برای آن درخت گفته است. سایه در سال 1346 به اجرای شعرخوانی بر آرامگاه حافظ در جشن هنر شیراز پرداخت که دکتر باستانی پاریزی در سفرنامه معروف خود از پاریس تا پاریس استقبال شرکت کنندگان و هیجان آنها پس از شنیدن اشعار سایه را شرح میده و مینویسه که تا قبل از آن هرگز باور نمیکرده که مردم از شنیدن یک شعر نو تا این حد هیجان زده بشن. ابتهاج از سال 50 تا 56 سرپرست برنامه گلها در رادیوی ایران پس از برکناری داوود پیرنیا و پایه‌گذار برنامه موسیقیایی گلچین هفته بود. تعدادی از غزلها، تصنیف‌ها و اشعار نیمایی او توسط موسیقیدانان ایران نظیر شجریان، ناظری و حسین قوامی اجرا شده. تصنیف خاطر انگیز تو ای پری کجایی و تصنیف سپید از اشعار سایه است. سایه بعد از حادثه میدان ژاله در تاریخ 17 شهریور 57 به همراه محمد رضا لطفی، محمد رضا شجریان و حسین علیزاده به نشانه اعتراض از رادیو استعفا داد. از مهمترین آثار هوشنگ ابتهاج تصحیح او از غزل‌های حافظه که با عنوان حافظ به سعی سایه نخستین بار در سال 1372 توسط نشر کارنامه به چاپ رسید و بار دیگر با تجدید نظر و تصحیحات تازه منتشر شد. سایه سالهای زیادی را صرف پژوهش و حافظ شناسی کرده که این کتاب حاصل تمام آن زحمت هاست که سایه در مقدمه آن را به همسرش پیشکش کرده. سایه در آغاز همچون شهریار چندی کوشید تا به راه نیما برود، اما نگرش مدرن و اجتماعی شعر نیما به ویژه پس از سرایش ققنوس با طبع او که اساساً شاعری غزل سرا بود همخوانی نداشت، پس راه خود را که همون سرودن غزل بود دنبال کرد. سایه در سال 1325 مجموعه نخستین نغمه ها را که شامل اشعاری به شیوه کهن منتشر کرد. در این دوره هنوز با نیما یوشیج آشنا نشده بود. سراب نخستین مجموعه او به اسلوب جدیده، اما غالب همان چهار پاره است با مضمونی از نوع تغزل و بیان احساسات و عواطف فردی، عواطف واقعی و طبیعی. مجموعه سیاه مشق با آنکه پس از سراب منتشر شد شعرهای سال 25 تا 29 شاعر را در بر می‌گیرد. در این مجموعه سایه تعدادی از غزل‌های خود را چاپ کرد و توانایی خیش را در سرودن غزل نشان داد. تا آنجا که میتوان گفت تعدادی از غزل‌های او از بهترین غزل‌های این دوران به شمار می‌رود. سایه در مجموعه‌های بعدی اشعار عاشقانه را رها کرد و با کتاب شبگیر خود که حاصل سال‌های پرتب و تاب پیش از سال 1332 به شعر اجتماعی روی آورد.
مجموعه چند برگ از یلدا راه روشن و تازه‌ای در شعر معاصر گشود. ارغوان شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ سایه پس از درگذشت احسان طبری در بهار 68، مثنوی قصه خون دل رو به یاد و رسای او سرود. بسیاری از کارشناسان برانند که بخش عمده ای از معروفیت ابتهاج مدیون وابستگی او به حزب توده ایران بوده. در مهر ماه سال 95، 23مین جایزه بنیاد موقوفات افشار را که در این بنیاد برگزار گردید به هوشنگ ابتهاج اهدا کردند. در این جلسه علاوه بر سید مصطفی محقق داماد و غلامعلی حداد عادل، شخصیت‌های برجسته فرهنگی چون محمد رضا شفیعی کلکنی، حسن انوری، فتح‌الله مجتبایی و علی اکبر صالحی، سید رضا صالحی امیری، احمد مسجد جامعی، عبدالحسین مختاباد، ژاله آموزگار و خیلی‌های دیگه حضور داشتند. از مجموعه کتاب‌های هوشنگ ابتهاج می‌تونیم به نخستی نغمه‌ها در سال 1325، سراب در سال 1330، سیاه مشق فروردین 1332، شبگیر مرداد 1332، زمین دی 1334، چند برگ از یلدا آبان ماه 1344، یادنامه مهر 1348، مهر 1360 یادگار خون خسرو، بهمن 1360 حافظ به سعی سایه و مهر 1385 به کتاب تاسیان اشاره بکنیم. از این میان سیاه مشق و تاسیان تنها دفترهایی هستند که ابتهاج با تجدید نظر در محتوا به چاپهای بعدی رسوند و همچنین مجموعه چکیده همه شعرهایش. بانگ نی نیز در پاییز 95 بدون آگاهی او منتشر شد. شکفتن شادی را مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظرات خودتون رو پایین همین ویدیو با ما به اشتراک بگذارید تا ما اونا رو تو ویدیوهای بعد ترتیب اثر قرار بدیم. تا ویدیوهای بعدی، خدایا رو نگهدار شما.